بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و سلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. سید احمد شاه محمدی هستم، مدیر مسئول مکتب خصوصی اسوه، و انشالله به خواست خدا باشه فامیل ما امروز تصمیم دارن که به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند. و امروز ما وقتی اینجا آمدیم زمانی که مسئولین شرکت سیاحتی وزیراتی بلال دستور دادن که ساعت 7 اینجا حاضر باشه، وقتی آمدیم اینجا مردم از ساعت 4 صبح اینجا با عشق و علاقه خاصی، با یک عشق وصف ناپذیری در واقع اینجا جمع شدن و همگی سرپا نشناخته سراسیمه و همه در واقع عاشقانه اینجا حضور رساندن، حضور به هم در مسجد الزهرا، تا اینکه انشالله آماده بشن به زیارت عتبات عالیات. وقتی میبینم مردان، زنان، پیرمردان، پیرزنان، کودک، نوجوان، بالغ، همه با یک عشق و محبت وصف ناپذیر در واقع اینجا حضور به هم رساندن، همه حسین حسین میگوین و همه به عشق حسین هستن که اونجا خودشون رو برسانن، و این در واقع همو آرزوی همیشگی و آرزوی که همیشه هر شیعه به دل داره و همه عشق در واقع که همیشه او را در واقع ازش یاد میکنه و فکری هست که اونجا خدا در واقع برسانه. امسال وقتی ما میبینیم سالهای گذشته هم ما با شرکت های زیارتی دوستان ما هستن دیدیم و رفتیم و شنیدیم، امسال نسبت به سال گذشته واقعا علاقمندان خیلی زیاد شده، استقبال به حد و اندازه است و این در واقع میتونه که یکی از سهولت های این باشه که سهولت ویزای رایگان ایران و عراق هست، این هست، و از طرف دیگر امنیت میتونه که هم یک عامل باشه برای اینکه امسال نسبت به سال گذشته حضور زائرین بیشتر باشه. از سهولت های عمدهش میتونه این باشه که اول خو همو موضوع رایگان ویزه جمهوری اسلامی ایران هست که شرکت ها واقعا لطف کردن که همون مبلغ ناچیز را که اینا به خاطر خدمات و سایر کارهای داری که انجام میتن مبلغ ناچیز را در واقع میگیرن، امور در واقع طی مراحل میکنن و زائر زیاد سرگردان ویزا و مسائل اداری نیستن، همه در واقع مسائل اداری گرفتن ویزای ایران و عراق اینا همه به عهده مسئولین شرکت های زیارتی هست که میتونه که یکی از سهولت ها نسبت به سال گذشته باشه. شرکت های زیارتی دو نوع در واقع بگم که زائر داره، یک نوع زائرش که بدون خدمات که اونا صرفا فقط همو مبلغ و هزینه کارهای اداری رو میتونه که مبلغ انشاءالله 3000 4000 افغانی تا 5000 هست که ناچیز، ولی خدماتش که اینا در نظر گرفتن از همینجا موتر، کرای موتر، غذای سه وقت هتل، همینطور در مسیر را در کشور ایران، در کشور عراق، کربلا، حالا هر جایی که در واقع اینا میرن برای زیارت مشرف میشن همه به عهده شرکت هستک و شرکت هم در واقع وعده سپرده که ما تا حد توان میتونیم که خدمات خوب را در واقع ارائه بکنیم. تا جایی که ما معلومات گرفتیم از مسئولین شرکت ها گفتن که ولایت هایی که مربوط زون قندهار بوده، کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قندهار که 20000 در واقع پاسپورت و زائر را ثبت نام کرده بوده، فعلا فقط اونا گفتن که ما 2000 نفر را در واقع میتونیم ویزا بتیم، بقیهش در واقع امکانات وجود نداره. هرچند مسئولین شرکت های زراعتی در تماس هستند، در تلاش هستند که او بقیه که در واقع از لیست مانده و ویزا بشن صادر نشده، در تلاش هستن که برای اونا هم ویزا بگیرن، امیدواری انشاءالله وجود داره که اون هم او بقیه از داریان هم انشاءالله کارشان روبرا شد و اونا هم انشاءالله به عتبات عالیات مشرف بشن. بیشتر اگر سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اگر اینا در واقع بیشتر در واقع
مسائل صدور ویزا در واقع اگر آسان بکنه، سهولت در واقع داشته باشه، میشه در واقع که زائر از این هم بیشتر باشه. ولی شرکت ها هم بعضیاشون متاسفانه کاری که کارشون بی نظم هست، نظمی در واقع نداره، اما به هر صورت اون مشکل حل میشه. ولی اگر ویزایی که امسال در واقع جمهوری اسلامی ایران به صورت رایگان در واقع صادر کرده برای زائرین، اگر سال دیگه هم بیشتر این در واقع بکنه، میتونه که بیشتر هزینه هم زائر ثبت نام بکنه و مشرف بشه به عطبات عالیات انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سپاسگزارم باز امسال عازم کربلا والله هستم و سپاس از شرکت بلال و هماهنگی که با کشور عراق دارن و همه کشورها. امسال هم انشالله زائرین کربلا هست، فقط از افغانستان 6000 نفر است. بازم سپاسگزارم خدای متعال که بازم برای ما این نعمت افزون کرد تا ما بتونیم به حرم امام حسین بریم و دعا بکنیم بر همه کشورها، به خصوص کشور افغانستان ما که محروم از همه چیز است، به خصوص همه ویزاها را که سپاسگزارم از کشور عراق که هر ساله در خدمت افغانستان هستن، ویزاها را ایران هم رایگان کرده و هم عراق. ولی ایران که مگه مشکل ساز به این وجود آوردن که دیرتر ویزه ها را بر زائرین میتن و عراق همیشه که قبل از اربعین مگر بخواین که شرکت ها هماهنگی بکنن، اینا عراقی ها کلا زمینه را فراهم کردن نسبت زیادتر از ایران. ولی ما باز هم سپاسگزاریم از ایران، ولی دیگر سال ها باز هم همکاری بکنن انشالله که زودتر انشالله قبل از اربعین ویزه ها را جور بکنن که خصوصا مردم افغانستان بیچاره این مشکل نشه، که خیلی آرزومند یه که در قبل از اربعین برن کربلا، در اربعین در کربلا باشه. ولی همین مشکل ویزه ایران است که مشکل میشه که انسان در چلوم نمیرسه. آرزوی می بود که با خانواده همه باید بریم کربلا، ولی چون یک از مشکل اقتصادی هم است، اگر کلن زمینه سازی شود با سفارت ها که کل بخواه ویزه ها را حال خورایگان است، ولی کرایی مثلا موترها اینا بلند است، فکر نکنم بعضی ها شاید از یک خانه 5-6 نفر بره. عشق ما حسین عشق امری و قلبی است که انسان از قلبن میخواه، اعضا و جواره انسان میخواد که بره کربلا. حالا بعضی با سوال میکنن چرا هش نمیرین که کربلا میرین، ولی یک عشق امام حسین دیگه چیه دیگه، نفهمم چی بگم. از نظر غریزه خیلی بالاست. حالا خوب شاید این هم ما خود ما بتونیم مثلا طلا بفروشیم، اجناس خانه را و وسایل خانه را بفروشیم تا بتونیم کربلا بریم. همه عشق داره که بره، اما یکی زمینه فراهم نشده یا نظر مشکل اقتصادی دارن نمیتونم برن. اگر نه کلگی ایر دارن، آرزوی ایر داره که کربلا برن همه ساله، ولی یکی مشکل دیگه است که اقتصاد مردم ضعیف است، به خصوص کشور افغانستان. ما از کشورهایی که هموطنانی که میخوای خدمت بکنن بر افغانستان، خصوصا در بیار به این بر مردم فقرهای خود یک زمین سازی بکنن، فقط در مو وقت ایام چیان شورا تا اربعین همکاری بکنن دست به دست هم، تا بتونه بعضی که هیچ پولی نداره از نظر اقتصاد ضعیف است بتونه عازم کربلا شد. اول حاجت ما اینه که انشالله ظهور آقای امام زمان بیاید تا این همه مشکلات حل شد سر تا سر کشور، خصوصا افغانستان، به خصوص همه کشورهایی که جنگ است انشالله حل شد. به آمدن ظهور آقای امام زمان همه مشکلات حل میشه. آرزوی اولیم همیه، آرزوی دومیم اینه که انشالله یک کار خوب برای افغانستان، چی برای خانم‌ها چی برای مردان زمینه فراهم شود تا همه بتانه عازم کربلا شود.